در این آموزش قصد داریم با نحوه محاسبه کردن سری ها در نرم افزار میپل آشنا بشیم. برای شروع کار دستور ریستارت رو تایپ میکنیم تا محیط کاریمون ریستارت بشه. فرض میکنیم میخوایم اعداد 1 تا 10 رو با هم جمع کنیم. تایپ میکنیم 1 به علاوه 2 به علاوه 3 به علاوه 4 به علاوه 5 تا به علاوه 10 نقطه ویرگول رو در انتها قرار میدیم و اینتر میزنیم. میبینیم که مجموعشون شده 55. در صورتی که بخوایم همین محاسبات رو با استفاده از میپل انجام بدیم، میتونیم از تابع سام در نرم افزار میپل استفاده کنیم. های مساوی از 1 دو نقطه 10 نقطه ویرگول رو در انتها قرار میدیم و اینتر میزنیم. میبینیم که محاسبات رو برامون انجام داده. ما میتونیم محدودمون رو به صورت پارامتری مشخص کنیم. مثلا دستور سام رو تعریف کنیم، مثل همون آی رو بنویسیم، محدوده رو به صورت اعداد 1 تا n مشخص کنیم. میبینیم که یک رابطه به ما میده به جای یک عدد. ما میتونیم این رابطه رو ساده کنیم، مثلا با استفاده از دستور فاکتور و درصد به معنی آخرین دستور اجرا شده نقطه ویرگول رو در انتها قرار بدیم و آخرین دستور اجرا شدهمون رو ساده تر کنیم به یک رابطه ای که خیلی هم معروف است، n در n به علاوه 1 تقسیم بر 2. و اگر ما بخوایم ببینیم که به ازای n مساوی 10 چه مقداری میشه، ما میتونیم از دستور اول استفاده کنیم، بگیم آخرین دستورمون رو ارزیابی کن به ازای n مساوی با 10 پرانتز بسته نقطه ویرگول و اینتر. میبینیم که عدد 55 رو برای ما محاسبه کرده. حالا ما یک سری مثال های دیگه ای رو مطرح میکنیم. مثلا سام کن، اسم تابمون رو مشخص میکنیم، مثلا یک انوم، کاما میذاریم، میگیم که n باشد از 1 تا 10. یه همچین رابطه ای رو میخوایم محاسبه کنیم. میبینیم که محاسبه به صورت 7381 تقسیم بر 2520 به ما نشون داده شده. حالا در صورتی که ما تمایل داشته باشیم یک سری رو پلات کنیم، رسم کنیم، میتونیم این کار رو هم انجام بدیم. برای مثال ما میتونیم سام رو در داخلش تعریف بکنیم، تایپ کنیم 1 تقسیم بر n کاما n مساوی از 1 تا 10 و همچنین اینجا به جای عدد 10 ما میتونیم مشخص کنیم از 1 تا x باشه. میایم سمت راستش و با عنوان پارامتر دوم تابع پلات مشخص میکنیم که x باشد از 1 تا 10. میبینیم که سری به دو تا محدوده در خودش داره، یکی محدوده مربوط به n هست، یکی محدوده مربوط به x. نقطه ویرگول رو در انتها قرار میدیم و اینتر میزنیم. نرم افزار میپل شروع به محاسبه کردن رسمش انجام میده. رسمش رو مشاهده میکنیم، میبینیم که تابع یک انوم به این صورت رسم میشه در بازه 1 تا 10. در صورتی که ما بخوایم در محدوده بی نهایت محاسبه سام رو انجام بدیم، میتونیم تعریف کنیم سام، برای مثال یک تابعی که به اسم یک بر روی n به توان 2 رو مثلا ما تعریف میکنیم، محدودمون رو مشخص میکنیم، میگیم n مساوی با از 1 تا infinity نقطه ویرگول رو در انتها قرار میدیم و اینتر میزنیم. عبارت پی دو ششم رو برای ما محاسبه میکنه و نتیجه رو نشون میده. در این آموزش با نحوه محاسبه کردن سری ها در نرم افزار میپل آشنا شدیم.